سلام دوستای عزیزم، احتمالا قبول دارین که واسه بهتر درس خوندن و بهتر فهمیدن درسا روش نوت برداری خیلی میتونه کمک بکنه. اما نوت برداری و خلاصه نویسی دقیقا اگه به چه شکلی باشن میتونن مفید باشن؟ آیا به هر روشی که ما توی یک کاغذ جدا درسمون رو خلاصه نویسی کنیم در نهایت به بهتر شدن درکمون از اون درس کمک میکنه؟ من میخوام امروز یه روش خیلی جذاب واسه نوت برداری بهتون یاد بدم که بهتون کمک بکنه درسی رو که میخواین بفهمین واقعا با خلاصه نویسی بفهمینش و فقط یه سری کاغذ حروم نکنین. الان وقتی به اینا نگاه میکنم میگم واقعا زهرا چی فکر میکردی که اینطوری نوت برداری میکردی؟ خب نوت برداری میتونه از چیزهای مختلفی باشه. مثلا میتونه از کتابی باشه که میخواین بخونین یه فصل یا کلشو و بفهمین. میتونه از جزوه‌ای باشه که سر کلاس نوشتین و توی خونه میخواین مرورش کنین. میتونه از فایل ضبط شده صدای استادتون باشه که تو خونه دارین بهش گوش میدین و میخواین چیزهایی رو که فهمیدین بنویسین. هر چی که هست این ویدیو به دردتون میخوره. خب من اگه ماجیکم پیدا کنم حتماً به ویدیو برمیگردم. بیبی ماجی که منو میبینی؟ خب پیدا شد. روشی که میخوام امروز به شما آموزش بدم روش خلاصه نویسی کورنله. این روش الان خیلی استفاده میشه. من خودم حدود یه ساله که باهاش آشنا شدم و به نظرم یکی از بهترین متدهای خلاصه نویسیه. حالا بیاین با هم دیگه ببینیم که چطور میشه خلاصه نویسی کرد جوری که واقعا تاثیر داشته باشه. توی متد کورنل اون صفحه‌ای رو که می‌خواید توش یادداشتاتون رو بنویسین و باید قسمت بندی کنید. حالا من یه صفحه آچار رنگی گذاشتم جلوم به خاطر اینکه شما بهتر ببینین که دارم چیکار می‌کنم، اما این قسمت بندی رو می‌تونید تو صفحه‌های دفترتون، توی صفحه‌های چک نویس کوچکتر و یا هر صفحه دیگه‌ای که شما واسه خلاصه نویسی ازش استفاده می‌کنید، میشه همین تقسیم بندی رو انجام بدید. اول قسمت بندی می‌کنیم. به یه همچین حالتی اگه دقت بکنید این قسمت افقی بالا از قسمت افقی پایین خیلی کوچیک‌تره، به خاطر اینکه تو قسمت افقی بالا چیزای خیلی کمی قراره نوشته بشه و بعد این قسمت وسط رو هم به یه ستون خیلی پهن و یه ستون باریک تقسیم کردیم. توی قسمت افقی بالا همونطور که احتمالاً حدس می‌زنین عنوان و موضوع اون چیزی که می‌خوایم خلاصش بکنیم و می‌نویسیم. میتونین عنوان، موضوع و یا حتی تاریخ رو هم بنویسین. مثلا اگر دارین یادداشت‌های کلاستون رو مرور می‌کنین، خب خیلی خوبه که یادداشت بکنین که اون کلاس مربوط به چه تاریخی بوده که بعداً این برگه‌ها با همدیگه قاطی نشن و ترتیبشون از بین نره. ستون پهن وسط چرا پهنه؟ به خاطر اینکه بیشترین اطلاعات و قرار توی خودش جا بده. اون موقعی که شما کتابی رو که میخواین بخونین یا هر محتوای دیگه‌ای که قراره خلاصه بشه رو میذارین جلوتون و شروع میکنین به خوندن، اولین جایی که اطلاعات رو وارد میکنین توی ستون پهن وسطه، پس اینجا خلاصه اطلاعات وارد میشه. نزومی نداره که دقیقاً همونطوری که توی کتاب گفته شده یا همونطوری که استادتون صحبت میکنه شما هم با همون استایل اطلاعات رو وارد کنید. نه، اطلاعات رو اونطوری وارد کنید که ذهن خودتون درکش میکنه. از شکل استفاده کنید. اگه مثل من عاشق نمودارین، اطلاعات رو به شکل نموداری وارد این قسمت بکنید یا اینکه یادداشت‌های کوتاه بنویسین. در کل سعی کنید اطلاعات رو از اون قالبی که داره وارد مغزتون میشه خارج کنین، قالبش رو تغییر بدین و به یه شکل متفاوت وارد این صفحه بکنید. حواستون باشه که وقتی دارین توی این فضا یادداشت می‌نویسین یا شکل می‌کشین خیلی متمرکز و تو هم نباشه، به خاطر اینکه خیلی وقتا پیش میاد که ما وقتی یه متن یه چیزی رو خلاصه می‌کنیم بعدن که بهش برمیگردیم چیزای جدیدی به ذهنمون میرسه، نکته‌های بیشتری رو یاد می‌گیریم یا بهشون توجه می‌کنیم که دوست داریم اونا رو هم وارد صفحه بکنیم. اگه خیلی تو هم نوشته باشین دیگه جا واسه هیچ گونه ویرایشی نمی‌مونه. بنابراین تجربه شخصی من میگه که بهتره موقع خلاصه نویسی فاصله بذاریم بین جمله ها، بین
خطها تا بعدن خیلی دچار مشکل نشیم. و نکته خیلی 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 مهم این که این کار اسمش خلاصه نویسیه، اسمش نوت برداریه، اسمش کپی کردن نیست. بنابراین وقتی دارین اون اطلاعات رو سعی میکنید وارد بکنید، حتما حواستون به خلاصه نوشتن باشه. یه پاراگراف رو توی یه خط بنویسین، یک صفحه رو توی 3-4 خط بنویسین. شما قرار نیست دقیقاً همون چیزی رو که میخونید یا میشنوید بدون تغییر وارد یادداشت هاتون بکنید. یعنی اطلاعاتی که وارد مغزتون میشه باید یه جورایی ادیت بشه، باید چلونده بشه و اثرش بیاد روی کاغذ. پس حتما حواستون به خلاصه نویسی باشه. یه دلیل استفاده کردن از شکل همینه، هم فهم شما رو بهتر میکنه، هم دیگه اطلاعات توی اون قالبی که وارد مغزتون شده کپی نمیشه روی کاغذ. و خیلی وقتا میتونید از کلمه ها استفاده کنید، کلمات رو خلاصه کنید، از حروف استفاده کنید، خلاصه از خلاقیت خودتون استفاده کنید، یه طوری که این صفحه نتیجه تأثیر مغز شما روی اطلاعاتی باشه که بهش وارد شده. وقتی اون مطالعه اون فصل و خلاصه نویسی توی این قسمت پهن تموم شد، میریم سراغ ستون کناری. ستون کناری واسه اینه که ما یه بار دیگه مرور بکنیم محتوایی رو که تا الان داشتیم روش کار میکردیم و نکته های خیلی کلیدی رو جدا جدا بنویسیم اینجا. نکته های کلیدی که توی این ستون نوشته میشن درس به درس و محتوا به محتوا فرق میکنه. مثلا اگر شما دارین یه کتاب تاریخی میخونین برای امتحان تاریخ، احتمالاً تاریخ های مهم و اتفاقایی که توی اون روزها یا اون سالها افتادن خیلی زیاد مهمن، پس اونا رو باید جدا اینجا بنویسین. یا اگر رشتتون ریاضیه، رشتتون فیزیکه و باید از یه سری فرمول و قضیه استفاده بکنید برای حل مسئله، بهتر که اون قضیه ها و اون فرمول ها رو که ممکنه توی هر صفحه 3-4 تا باشن این کنار به عنوان نکته های کلیدی بنویسین. این نکته های کلیدی رو شما تشخیص میدین که چیان، چون محتوا به محتوا فرق میکنه. اما هر چیزی که باید عمیق تر فهمیده بشه، هر چیزی که دونستنش خیلی 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 زیاد مهمه، میاد توی این ستون. این ردیف پایین برای خلاصه نویسیه، یعنی یک خلاصه کوتاه از اون چیزی که خوندی. حالا این خلاصه کوتاه 3-4 خطی رو چطور باید بنویسین؟ این نکته خیلی مهمه. فرض بکنین که کل اون محتوا رو میخواین توی چند تا جمله برای دوستتون توضیح بدین. مثلا دوستتون بهتون میگه فلان درس رو خوندی؟ فلان فصل رو مطالعه کردی؟ شما میگین که آره من خوندم. و میگه که خب راجع به چیه؟ این راجع معمولا توی مکالمه های روزمره ما وقتی یه نفر از ما میپرسه که فلان چیز راجع به چیه، ما در نهایت 5-6 جمله واسهش توضیح میدیم. حتی یه فیلم 2 ساعته رو ممکنه توی 5-6 جمله توضیح بدیم واسه دوستمون که میخواد بدون موضوع فیلم چیه. پس با این دید اون محتوایی رو که تا الان خوندین توضیح بدین. فرض کنین دوستتون ازتون پرسیده که این محتوا راجع به چی بود، و شما توی 5-6 جمله توی 3-4 خط این پایین می نویسین که این محتوا راجع به چی بوده. این قالب کلی یادداشت برداری به روش کورنله که خیلی مفیده، خیلی کمک کننده است. هر قدمش باعث میشه که شما توی یه لول عمیق تری اون محتوا رو درک بکنید. بعد از اینکه یادداشت برداری کردین، چند روز بعد، چند هفته بعد احتمالاً برمیگردین و میخواین این یادداشت رو دوباره بخونید. وقتی میخواین دوباره یادداشتتون رو بخونید، حتما حواستون باشه که این ستون پهن و این قسمت خلاصه نویسی پایین برای مرور شما هستن. حتما یه دور بخونیدش، نگاه بهش بندازین، و این ستون باریک برای فهمیدن عمیق شما هستن. یعنی کلماتی که اینجا نوشته شده رو شما باید بتونین عمیقا درکش کنید، یعنی بدونین چطور از فلان فرمول میشه استفاده کرد، یا بدونین چطور فلان قضیه اثبات میشه، یا بدونین توی این تاریخ دقیقا چه اتفاقی با چه سلسله ای افتاده.
خودتون متوجه میشین که چی میگم با توجه به محتوایی که خوندین. پس این ستون باریک قرار خیلی 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 عمیق فهمیده بشه. اگر از این روش استفاده بکنید احتمالاً یه تغییر خیلی خوبی توی نوع درس خوندنتون و نوع فهمیدنتون احساس میکنین. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگر نکته‌ای میدونین که من به ذهنم نرسید توی این ویدیو بگم حتما توی کامنت ها برام بنویسین. اگر سوالی به ذهنتون رسید که من راجبش صحبت نکردم هم لطفاً اونو توی کامنت ها بنویسین، سعی میکنم که حتما جواب بدم. و مرسی که تماشا کردین. خدا نگهدار.